حرف سوم. حرف سوم در زبان یونانی حرف غاما هستش. تکرار کنیم با من. غاما یعنی نقه. اشتباه نکنی بگین غاما یا نه یه یاما، بعد بگین یه. بین این دوتا، یعنی بین یه و بین گه یا ق، شما بین دوتا رو با هم مخلوط کنین و بگین یه یه و صداش. بس این یکی از حرفایه که خیلی کم پیش میاد در زبان یونانی اینجوری باشه، ولی حرف غاما میتونه دو جا استفاده بشه، یا به عنوان صدای یه مثل یوسپلنگ یه، یا به عنوان صدای جه. یعنی بعضی، ولی خیلی کم پیش میاد که جه باشه. شما وقتی یونانی رو تمرین کنی مثل زبان فارسی که میتونی تشخیص بدین که آیا مثلا این حرف با چنو سین یا چنو ساتی باید نوشته بشه، یه زبان یونانی هم مثل همینه. وقتی زیاد تمرین کنین میفهمین که آها راما اینجا صدای یه نمیده، صدای جه میده، یا برعکس صدای جه نمیده صدای یه میده. و اینو همچون که تمرین کنین میرین جلو، ولی اصلا نگرانش نباشین. خیلی کم پیش میاد که به عنوان صدای جه باشه، ولی برای من گفتم که بدونین که اگر جای صدای جه داد تعجب نکنین. با هم ببینیم نوشتنشو. غاما، با هم بگین غاما. نوشتنش خیلی راحت، حرف بزرگش یک خط داره، یک خط به سمت چپ و میاد پایین، بزرگشه. و کوچیکش هم مثل وای زبان انگلیسی همونطوریه، فقط بازم این نه خیلی صاف باشه، تلاش کنی خیلی سیخ سیخ خطا رو صاف نکشین، چون یه خورده بهش سراش و یه پیچ کوچولوی بدین. میدونم خیلی نکته‌های خیلی به نظر مسخره یا خیلی کوچیکی براتون میاد، ولی اینا لراشه اصولیشه. زبان وقتی شما یاد میگیریم بعد اصولی و چون تاریخ و زیباییش به همون تفاوت داشتنشه. و درسته که ممکن ساده‌تر باشه و سخت‌تر باشه بعضی که بخواین حفظ بشین اینجاشو بعد پیچ بدم نه، ولی زیباییش به همینه که یه زبان خاص و یه متفاوت رو دارین یاد میگیرین. و با من بگین غاما غاما.